سلام، به این ویدیو خوش اومدید. آره، اگه قبل از این ویدیو زیاد به موزیکای مایکل جکسون گوش نکرده باشید، این ویدیو میتونه براتون خیلی مفید و لذت بخش باشه. پس تا آخر این ویدیو همراه من باشید. سابسکرایب و لایک رو حتما انجام بدید که خیلی کار خوبه. یعنی شاید قبل از انجامش زیاد ندونید که چقدر این کار خوبه، ولی بعد انجامش یه لذت خاصی به شما و شخص سابسکرایب شونده رخ میده که با هیچ لذتی قابل وصف نیست. پس قبل از هر چیز سابسکرایب و لایک رو انجام بده تا بریم سراغ ویدیو. آره، مایکل تا دلتون بخواد موزیک خفن داره، ولی یه سری از موزیکای مایکل هستن که بهتر اول اینا رو گوش بدید بعد برید سراغ موزیکای دیگه. امروز 10 تا موزیک رو با نهایت ظرافت براتون گلچین کردم که برای آشنایی با مایکل فوق‌العاده‌ن و یا اگه طرفدار مایکل هستینم همچنان گوش دادن بهشون دلچسبه. تمام این موزیکایی که توی این ویدیو معرفی میکنم ورژن اصلی و ریمیکسش توی چنل تلگرام من که توی دیسکریپشن لینکش موجوده هست، میتونین برین جوینشین رو استفاده کنین. موزیک اول، استرنجر این ماسکو. نهمین موزیک از آلبوم هیستوری 1995 و همچنین نسخه تک‌آهنگ این موزیک به همراه موزیک ویدیو در سال 1996 منتشر شد. این موزیک جزو بهترین های مایکل و تو تور هیستوری یعنی سال 1996 و 1997 اجرا شد و قرار بود تو تور دیسیزیت هم اجرا بشه. موزیک دوم، We Are The World. So 1985 و یکی از بزرگترین موزیکای تاریخ، از بهترین های آمریکا برای آفریقا. 46 خواننده توی این موزیک حضور داشتن و یکیشون هم مایکل بود. این آهنگ برای قطعی آفریقا در نظر گرفته شده بود و توسط مایکل و لیونل ریچی نوشته شد و 3 جایزه گرمی رو هم درو کرد و این موزیک تونست به موفقیت‌های تجاری بیشماری برسه. این موفقیت‌ها باعث شدن که تو مدت کوتاهی تیم وی آر د ورلد مبلغ 63 میلیون دلار سال 1985 که به الان میشه حدود 156 میلیون دلار برای کمک‌های بشردوستانه به آفریقا جمع‌آوری کنند. We are the ones who make a brighter day, so let's start giving. موزیک سوم، بیلی جین. خب بیلی جین رو همتون میشناسین. منم در آینده نزدیک ویدیوی تخصصی راجع به بیلی جین براتون میسازم. از آلبوم تریلر 1983 تک آهنگ موزیک منتشر شد. میتونم با اطمینان بهتون بگم یکی از بهترین موزیکای تاریخه و 2 گرمی رو برنده شد و اجراهای موزیک و کلن لباسهای مایکل و رقصاش از جمله مونواک تبدیل به یکی از شاخص‌ترین نمادهای تجاری مایکل جکسون شد. همچنین اجرای موتان 25 مایکل که اولین اجرای زنده از این آهنگ بود تبدیل به بهترین و به یادماندنی ترین لحظه ای مایکل جکسون در فرهنگ عامه شد. این اجرا در تاریخ 25 مارس 1983 یا 5 فروردین 1362 انجام شد و وای وای چه اجرایی. موزیک چهارم، اسموت کرمنال. این موزیک رو ما در ویدیوی به طور اختصاصی و زیبا معرفی کردیم که سمت راست و سمت چپ میاد حتما ببینینش. هفتمین تک‌آهنگ از آلبوم بد 1988 و موزیک با تم فیلم‌های جنایی دهه 40 و 50 میلادی و رقص مشهور آنتی گراویتی لین. موزیک پنجم، هیل ده ورد. پنجمین سینگل ترک از آلبوم دنجروس که تو سال 1992 منتشر شد. مایکل همچنین یه سازمان خیریه با همین نام برای بهبود وضعیت زندگی کودکان ایجاد کرد. پیام این موزیک شامل ضد جنگ بودن و آرزوی مایکل برای تبدیل جهان به مکان بهتریه. با همین موزیک زیبا و فرحناک رو میشنویم. موزیک ششم، تریلر.
آره تریلر بهترین آلبوم تاریخ، بهترین موزیک ویدیوی تاریخ و یکی از بهترین تکاهنگای مایکل. 1983 نسخه تکی جهانیش منتشر شد و تو سال 1984 در آمریکا به طور اختصاصی منتشر شد. هفتم بیدت. یکی دیگه از شاهکارهای آلبوم تریلر، این بار به سبک راک، سومین ترک از آلبوم تریلر و ترک بیدت. بیدت برنده دو تا گرمی شد و موزیک ویدیوی بیدت همانند موزیک ویدیوی تریلر جزو یکی از نمادهای تجاری مایکله و شنیدن موزیک و تماشای موزیک ویدیوش بعد نزدیک به 14 همچنان هیجان بخشه. همین ویژگیه که بیدت رو تبدیل به یکی از بهترین موزیکای راک و پاپ تاریخ کرده. Música 8, They Don't Care About Us. Michael, eles não ligam pra gente. چهارمین تکاهنگ از آلبوم هیستوری که تو سال 1996 به عنوان تکاهنگ منتشر شد و میشه بهش گفت که جنجالی ترین موزیک مایکله. انقدر این موزیک بزرگه که واقعا تو چند خط نمیشه توصیفش کرد، ولی دوتا موزیک ویدیو براش ساخته شد که یکیش نسخه زندان بود و اون یکی تو محله های فقیرنشین ریو د ژانیرو فیلم برداری شد. این موزیک مایکل رو به عنوان خواننده و صدای مردم از اینجا تو سقف آسمون بالا برد. موزیک نهم، من این میرور. چهارمین تکاهنگ از آلبوم بد 1988 و بدون شک جزو بهترین موزیکای آلبوم بد. انقدر آلبوم بد توش موزیک خفن داشت که فکر نکنم هیچ آلبومی در تاریخ انقدر موزیک خفن توش داشته باشه. موزیک دهم، ارث سانگ. آلبوم هیستوری 1995 و مفهوم این آهنگ درباره نجات محیط زیست و حیات وحشه و جز بهترین موزیکای اجتماعی مایکل و کلن جز بهترین موزیکای مایکله. ارث سانگ آخرین موزیکیه که مایکل در آخرین شب زندگیش اجرا کرد و این اجرا تبدیل به یکی از زیباترین و بیادماندنی ترین اجراهای مایکل شد. Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore? مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید. تمام موزیکایی که تو این ویدیو براتون معرفی کردم تو چنل تلگرام هم موجوده، میتونید بعد از جوین شدن ازشون استفاده کنید و لذت ببرید. بیشتر این موزیکایی که امروز تو این ویدیو براتون معرفی کردم به صورت تکی و مفصل بررسیشون ساخته میشه. همه چی بستگی به استقبال شما داره، پس حتما سابسکرایب و انجام بدید و این ویدیو رو لایک کنید و یه کامنت ریزم برام بذارید. درستم بود، اشکال نداره. مرسی، تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.